مقام مزار رهبری در جریان قرار بدن که این اتفاقات افتاده، نظر ایشون چیه. ما میخوام اذن بگیریم که ایشون اجازه پخش رسانه‌ای و تنویر افکار عمومی رو به ما میدهند یا نمیدهند قبل از افشاگری. قبل از افشاگری رفتیم خدمت آقای آیت الله خزعلی و موضوعات پرونده ها رو در جریان گذاشتیم. پرونده این آقاست، برادر این آقاست، این آیت الله فلانه، اون فلان کسه که، این فلان کسه که. مرحوم آقای خزعلی بنده خدا گریهش گرفت، گفت منم خبرهای شنیده بودم ولی با این اسنادی که شما ارائه دادید متاسفانه درست. و شما گفتم آقا جان اینو میخوام به مقام معظم رهبری برسونید که نظر ایشون داشته باشیم نسبت به اینکه ما خواهیم افشا کنیم، چون ما گزارش رو دادیم به هم، به خدا رهبری فرستادیم، هم برای رئیس جمهور احمد نژاد فرستادیم، هم برای رئیس مجلس عبدالله دادر فرستادیم، هم برای خود رئیس قوه قضاییه فرستادیم. هیچ اتفاقی هم نیفتاده، چند ماه از موضوع میگذره، لذا میخوام افشاش کنیم که مردم بفهم. ما اینجا بالاخره با شهدا پیمان بستیم وارد این موضوع شدم، منتها میخوام ببینم نظر ایشون چیه. آقا ایشون بگه که برخورد نکن، من خودم برخورد میکنم، تدبیر افرامی نکن، من خودم اگه بکنیم مثلا من نمیتونم دیگه برخورد بکنم، و اگه نظر ایشون این باشه ما نمیکنیم. و گفت باشه. من گزارش 183 صفحه‌ای نوشته بودم که واسه خلاصه اون همونی بود که به مجلس هم شما دادیم. بله دیگه، خلاصه از 54000 صفحه سند رو و از 183 صفحه گزارش آماده کردم، ارائه دادم، تقدیم کردم، نامه تحت عنوان مقام معظم رهبری دادیم تقدیم آیت الله خزعلی. و ایشون رفتم به آقا گفتم که این گزارش رو خواهش میکنم گزارش رو بخونید. و ایشون گفتم باشه من میدم گزارش بررسی رو. و گفتم من پدر پدرتون دو جزء و نیم قرآن میخونم، ازت خواهش میکنم که خودت بخون، چون برای اون کسایی که میخوای بفرستی بخونن ما همه اسمشون توی لیست هست، بخشی از دفتر بیت رهبری اسمشون توی لیست پالیزدار هست، توی لیست تحقیق تفاوت مجلس هست، لذا اصلا شما ندید، خودتون مطالعه بفرمایید. شما هم قبول کرده بود و بررسی شخصی کرده بود، متولد جلسه هفته بعدش بود اگه اشتباه نکنم که با مشاورین که آیت الله خزعلی با رهبری داشتن تو اون جلسه مثلا گفته بودن، خواسته بودن که من حضور پیدا کنم، در صورتی که خب اجازه نداده بودن که من برم پیش ایشون. ولی یعنی تو بیت آدمایی که تو بیت بس اوکی میدادن، آفیش میکردن که من برم تو، اونا اجازه ندادن من برم. منم با مطالعه کرده بودن گزارش های شاهرودی رو ظاهرا صدا کرده بودن تو اون جلسه، همون جلسه بهشون گفته بودن که شما این گزارش رو بخونید. نگاه کردم گفتم این گزارش رو ما خوندیم، در جریان هستیم. و گفتم چرا برخوردی نکردین؟ حالا من به اظهار بنا به اظهار آیت الله خزعلی دارم عرض میکنم، گفته بودن که اینا علما هستن، ما نمیتونیم ما اینو برخورد کنیم، من رو بردارید به کسی دیگه ای رو بذارید، آقای شاهرودی به کسی دیگه رو بذارید، اون رئیس قوه قضاییه از اون بخواهید که این کار انجام بده، من نمیتونم با اینو برخورد بکنم. بعد آقا فهمیده بودن که تو معاونای خودت هم هستن، حالا دیگه روشون نشد بگی خودتون هم هستین، چون خودشون آقای شاهرودی هم داخل بله معدن طلای موته اصفهان به خانواده ایشون بالاخره در خدمتشون بودن، بچه های دیگه در سبت خدمتون که بابشون اینجوری گفته بودن که معاملاتون گفته بود که اونا هم بالاخره بسنن به علما، من نمیتونم برخورد بکنم. در اصلا اونجا آقا ازشون خواسته بود که گزارش درسته، یعنی گفته حداقل 85% گزارش درسته. حضرت آقا به آیه شاهرودی گفته بودن که پس این 10-15% برای من مشخص کن، من برخورد میکنم. اون 10-15% کم کن از این افرادی که ایشون نوشته، بگو ببینم کدوم ها هستن که نیستن. و ایشون گفته باشه من بررسی میکنم. بعد میگه آره آقای جلسه برقرار کنه، مجلس هم باشه، پالیزدار خود آیت الله خزعلی و نماینده بنده تو اون جلسه باشن، و این 10-15% که میگه غلطه برای من معلوم کنید چی هست، بقیش به عهده من بذارید. و این جلسه متاسفانه قرار شد که برای سه شنبه روزی برگزار بشه، هفته بعدش که چهارشنبه نتیجه جلسه را مجددن که میان خدمت ها بگن که آقای 10-15% کی هست. و ما رفتیم دفتر آقای شاهرودی
و تعداد از کارشناسای تر تفاوت رو با خودم بردم که اونجا ما گفتیم بعضی کارشناسی میخوام بکنیم دیگه آه. که بگیم آقا نه این 10-15 درصد هم بیخودی میگین نیستش. استاد مدارک بود. استاد مدارک با خودم بودیم و افراد کارشناسای حقوقی و غیر وزاره که با خودم برده بودیم. رفتیم اونجا 9 صبح جلسه بود. 9 شد 9 و نیم 10 11 11 و نیم آقا گفت چند گفتیم 11 خزلی. گفتیم که آقا 11 و نیم. آقا 11 و نیم نماز الان چون مسخره کرده ما رو مگه؟ آقا برای من گفت یا دادی داشتم اون آقای دوربین موقع رئیس دفتر آقای شاهرودی بود. آقا مگه من مسخره‌ام؟ برای من پیرمرد ارزش قائل نیستید؟ برای مجلس از اون در محضر رهبری این قرار گذاشته شده، برای رهبر لاغر ارزش قائل می‌شدید؟ این چه وضعیه؟ خلاص سر صدای خزعی در اومد.